چگونه به سادگی اعتماد دیگران رو نسبت به خودتون جلب کنید و تصویری مثبت از شخصیت خودتون به نمایش بذارید. برای دیدن این ویدیو با من رکسان افشار همراه شوید. بیشتر افراد به دنبال تناقض ها و اختلافاشون با یکدیگر هستند که بیشتر به نظام منجر میشه تا یک مکالمه. افراد جذاب و کاریزماتیک همیشه به دنبال نقاط مشترکشون با افراد دیگه هستند. پس احساسات مشترک رو پیدا کنید، نه اختلافات رو. چهره ی آدم های دوست داشتنی بیانگر احساساتی هست که در اون لحظه دارن، حتی در مواقعی که اونها یک داستان خسته کننده رو برای کسی شرح میدن. با حالت چهره و حرکات دست میتونن ورق رو کاملا برگردونند و جذابیت خاصی رو به داستان اضافه کنند و این مهارت به اونها کمک شایانی در پیش برده روابطشان میکند. پس مراقب حالت چهره خود باشید. این افراد نمی ترسن که ضعیف به نظر برسن. هر کسی در هر زمینه مهارت نداره و نباید هم انتظار داشته باشه در تمام امور مهارت و کاربلد باشه. وقتی شما آماده باشین و هیچ ترسی از بابت اینکه احمق به نظر برسید نداشته باشین، مردم به شما نمی خندند، بلکه با شما می خندند. به خاطر اینکه همه این شرایط رو درک می کنند، چون هر آدمی در وضعیت و تجربه های مشابه قرار می گیرد. پس از اینکه احمق به نظر برسید هرگز نترسید. هر کسی دوست داره فقط راجع به خودش صحبت کنه، اکثر مردم گوش نمیدند. در صورتی که افراد موفق و آگاه با دقت به سخنان دیگران گوش میدن و کمتر صحبت میکنند. برای همین روابط مستحکمتری رو ایجاد میکنند. بنابراین بیشتر گوش کنید و کمتر حرف بزنید. ارتباط مستقیم چشمان نقش بسزایی در یک رابطه خوب داره. وقتی با شخصی صحبت میکنید به چشماش نگاه کنید. افرادی که از کاریزمای زیادی برخوردارند به خوبی این اصل رو میشناسند. وقتی شما لبخند میزنید اون هم لبخند میزنن به شما. اونها دقیقا به شما گوش میدهند و به احساسات شما توجه میکنند. پس همیشه خوشحالی خود رو در ملاقات با دیگران نشون بدید. افراد دوست داشتنی به راحتی شما رو وادار میکنن راجع به خودتون صحبت کنید. اونها در پرسیدن سوال درنگ نمیکنن و به راحتی راجع به خودشون با شما صحبت میکنن و سعی میکنن اعتماد شما رو جلب کنند. به محض اینکه شما متوجه چیزی راجع به شخص خاصی میشید، سوالهای بیشتری بپرسید و وجه اشتراکاتی که دارید را با او در میان بذارید. اما سوء استفاده نکنید و حد رابطه رو نگه دارید. صادقانه برخورد کنید و اخلاقیات و انسانیت رو ملاک قرار بدید. هیچ بار کجی به مقصد نمی رسد. بنابراین پرسش‌های درست بپرسید. افراد دوست داشتنی همیشه اسامی دیگران رو در خاطر دارن. وقتی شما در طول مکالمه نام خودتون رو بدونید و چند بار اون رو تکرار کنید، جو و احساس راحتی رو ایجاد می کنید. اسامی چیزهای مهمی هستن و برای هر فردی اهمیت زیادی دارد. وقتی دیگران ببینن که شما هم همین اندازه اهمیت میدین، تفکر مثبتی رو راجع به خودتون ایجاد میکنید. بنابراین همیشه اسامی افراد رو به خاطرتون بسپارید. آدم‌های جذاب تلاش نمی‌کنند که در هر زمینه‌ای برنده باشند. اتفاقاً برعکس، هدف اونها بیشتر بخشیدن بدون انتظار دریافت و بازگشت هستش. برای اونها پذیرفتن اشتباهاتی که مرتکب میشن کار دشواری نیست، چیزی که هر کسی نمی‌تونه از عهده اون بر بیاد. آنها به راحتی میتونن بگن که من به تو حسادت میکنم یا من نمیتونم این کار رو انجام بدم. لطفاً به من یاد بده، چون میدونن که مردم دوست دارن شاهد صداقت و احساسات واقعی یکدیگر باشند. پس هرگز ترس از دست دادن چیزی رو نداشته باشید.